آیا تفاوتی بین اختلال رفتاری و آسیب روانی وجود داره؟ به این معنا که اگر من نفر شناسایی کردم که اختلال رفتاری داره، پس او حتما یک کسی است که مشکل روانی داره و باید حتما به روانپزشک مراجعه کنه. ببینین وقتی ما بحث از اختلال رفتاری میکنیم، مربوط بیشتر در دوران کودکی و نوجوانی است. بسیار از اختلالات رفتاری در دوران بزرگسالی حل میشه. خب ما میبینیم در دوران کودکی، کودک پرخاشگره، تندخویه و یا مثلا اهل جنگ، نزاع طلبه، وقتی که کم کم بزرگ میشه میفهمه خودش و حل میشه این مشکل. میبینیم که در بزرگسالی یک فرد بسیار آرامی هم شده اتفاقا. خب پس وقتی گپ از اختلال رفتاری میزنیم، بیشتر مربوط در دوران کودکی است. چه بسا که به قول شما گاهی وقتوی اختلال رفتاری حتی درمان نمیشه و تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. اما وقتی که بیشتر اختلالات رفتاری، وقتی که فرد عاقل میشه و میفهمه که این کارش و یا این رفتارش به اجتماع آسیب میرسانه و خودش آسیب میرسانه، موجب تنهایی از میشه، کم کم سعی میکنه که رفتار حل کنه و کنار میگذاره و در بزرگسالی یک فرد متعادل میشه. اما آسیب های روانی کم نیست، میتونه تمام طول عمر در بر بگیره. آسیب های روانی میتونه در کودکی باشه، میتونه در بزرگسالی هم باشه. یعنی در اختیار فرد نیست. بله، آسیبی که دست خودش نیست، کنترلش سخت است، ولی اختلال رفتاری رو میشه کنترل کرد. میشه یاد داد به کودک که کنار بگذاره این مشکله. و اول باید بفهمه که مشکل داره و بعد میشه کمک کرد به وسیله معلمش، به وسیله مادرش، به وسیله روانشناس که مشکل خود حل کنه، میگذاره کنار و یک بزرگسالی متعادل میشه. ولی آسیب های روانی نه رقم نیست، میتونه تا بزرگسالی هم باشه و آسیب های روانی بیشتر شامل کلیه بیماری های روانی میشه که ممکنه از بعد تولد باشه، ممکنه بعد از اون ایجاد شده باشه. اما اختلال رفتاری بیشتر توجه داشته باشه بینندگان عزیز که روی مشکلات رفتاری. وقتی من میگم رفتار، یعنی باید در ارتباط با دیگران باشه.